آزمایشگاه فیزیک ذرات سرن پیشنهاد تازه‌اش برای ایجاد یک برخورد دهنده جدید ذرات به نام برخورد دهنده مدور آینده یا FTT که جایگزین برخورد دهنده فعلی ذرات LHC خواهد شد رو منتشر کرد. Scientists at CERN have made another breakthrough, announcing that they're now able to measure. مسئولان سرن سوئیس ساخت شتاب دهنده ای را پیشنهاد کردند که با محیطی 100 کیلومتری تقریباً 4 برابر بلندتر و 10 بار قدرتمندتر از نمونه کنونی است. هدف این پروژه تلاش برای یافتن ذرات بنیادی تر تشکیل دهنده اتمی تا سال 2050 اعلام شده است. منتقدان میگویند این بودجه را میتوان برای مصارف بهتر مثل تحقیقات برای مقابله با گرمایش زمین به کار گرفت. اما پروفسور فابیولا جیانوتی، مدیر کل سرن، پیشنهاد تازه را یک دستاورد ستودنی توصیف کرد. او گفت این نشان دهنده پتانسیل فوق‌العاده FCC برای بهبود دانش ما از فیزیک بنیادی و پیشبرد بسیاری از فناوری‌ها با تأثیر گسترده بر جامعه است. طرح‌های سن که در گزارشی ارائه شده را هیئتی بین‌المللی از فیزیکدان‌ها در کنار سایر پیشنهادها بررسی خواهد کرد تا برای انتشار استراتژی تازه اروپا برای فیزیک ذرات در سال 2020 آماده شود. برای این کار ابتدا تونلی در زیر سرن حفر خواهد شد تا حلقه شتاب دهنده جدید در آن نصب شود. اولین ماموریت این حلقه کوبیدن الکترون ها به همتای مثبت آنها به نام پوزیترون هاست. مرحله بعدی شامل نصب یک حلقه بزرگتر برای کوبیدن هسته اتم های سرب با الکترون هاست. مراحل 1 و 2 زمینه را برای گام نهایی یعنی کوبیدن هادرون‌های بزرگ با قدرتی تقریباً 10 برابر LHC فراهم می کند. فیزیکدان‌ها امیدوارند این نوع برخوردها ابعاد تازه‌ای از ذرات را فاش کند، ابعادی که جهان بر پایه آنها می گردد. نظریه کنونی ذرات تشکیل دهنده اتم به نام مدل استاندارد یکی از دستاوردهای بزرگ قرن 20 بوده است. این نظریه رفتار ماده و نیروها را بر اساس تعامل میان خانواده متشکل از 17 ذره توضیح می‌دهد. آخرین اینها بوزون هیگز در سال 2012 در برخورد دهنده بزرگ ذرات در سرن کشف شد.